سومین شب از شب‌های قدر در بنیاد ایمان هستیم و اومدیم اینجا همراه بقیه دوستانی که در منطقه وست لس آنجلس هستن برای دیدن بنیاد ایمان، یک گزارشی از معرفی بنیاد ایمان و همچنین مراسم شب قدر. اینجا ورودی بنیاد ایمان هستش و اینجا مراحل ساخت بنیاد رو میبینید، از روند ابتدایی سنگ بنای این بنیاد تا زمانی که شکل گرفته و برنامه‌ای که تو این سال‌ها برگزار شده. همینطور تو این دیوار تقدیرنامه‌هایی که گرفته یا سرتیفیکیت‌هایی که دریافت کرده رو می‌بینید. اینجا اتاق مدیریت هستش، اینجا یکی از سالن‌های اجتماعات هستش که برای برنامه‌های مختلف استفاده میشه و مقابلش سالن اصلی هستش، ساختمان اداری، کلاس‌ها و سرویس دستشویی این سمت هستش و کتابخونه. کتابخونه رو دارید ببینید که این کتاب ها برای فروش هم هستش که شامل کتاب های مذهبی هستش. راجع به ساختمون اصلی بنیاد ایمان بهتون توضیح دادم که شامل یک سالن اجتماعات هستش، ساختمون اداری، کتابخونه، سرویس دستشویی و نمازخانه بود. قسمت هم بودش. روبروی این ساختمون یک تالار بزرگ اجتماعات است به نام تالار ایران که از نظر ظرفیت و تعداد پذیرش نسبت به سالن اجتماعات قبلی بزرگتر هستش. امروز سومین شب از شب‌های قدر هستش و دوستان و مسلمانایی که توی این منطقه زندگی میکنن اومدن برای حضور در مراسم شب قدر و الان مشغول خوندن دعای جوشن کبیر هستن که دعایی هستش که معمولا در شب‌های قدر خونده میشه. این تالار ایران هست. یک بخش هایی از دعا رو با هم گوش میکنیم. پخش میشه تا کسانی که احیانا عربی بلد نیستن از طریق انگلیسی معنای دعا رو متوجه بشن. یه سری روی زمین نشستن و بقیه هم میبینید که روی صندلی نشستن و متن دعا هم دست همه هستش و میتونن همراهی بکنن با کسی که داره دعا رو میخونه. به حال این مرکز همطور که میبینید در غرب لس آنجلس معمولا با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه در ماه مبارک رمضان و عده زیادی رو به سمت خودش جلب میکنه.
یه سفره بیریا رنگی از سادگی سبز و لبریز از قداست و تازگی چه بوی خاصی داره حال و هوای افتاد دیدن سفره‌ای که نداره رنگ و زنگار برای این ضیافت یه شعر نام میخوام یه واژه مقدس یه نظر عارفانه ازت جواب میخوام